به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت دوستای گلم به جلسه چهارم برنامه نویسی مقدماتی HTML خوش آمدید در این جلسه قصد داریم که شما رو با جداول آشنا کنیم گاهی وقتا پیش میاد که ما روی وبسایتمون حجم وسیع از اطلاعات رو داریم که برای نمایش بهترش مجبوریم که از جدول استفاده کنیم چون به وسیله جدول ها فهم اطلاعات خیلی راحت تر میشه شاید برای شما این سوال پیش بیاد که الان اینایی که ما می اصلا شبیه وبسایت نیست بله اصلا شبیه وبسایت نیست چون اولا ما فعلا داریم با ساختار HTML آشنا میشیم و شما اصلا اگر خدای HTML هم باشید نمیتونید یه وبسایت رو بنویسید چون احتیاج به CSS دارید CSS میاد و به این HTMLی که ما نوشتیم یه استایل خاص یا به قول خودمون یه رنگ و لعاب میده و HTML ما رو زیبا میکنه شما عجله نکنید دوره HTML دوره کوتاهیه بعد از دوره HTML دوره CSS که با هم دیگه یاد میگیریم که چطور یه وبسایت بسیار زیبا بسازیم من بعد از دوره HTML CSS تمرین های زیادی انشالله برای شما ضبط میکنم تا یاد بگیرید که انواع وبسایت ها رو بسازید تو جلسه قبل دیدیم که برای نوشتن یه لیست ابتدا یو ال رو نوشتیم و بعد ال ها رو داخل یو نوشتیم یعنی از دو تا تگ استفاده کردیم نقطه شروع لیست ما یو ال بود و نقطه انتهاش هم تگ بسته یو ال. اینجا هم همینطوره برای نوشتن یک جدول باید با تگ تیبل شروع کنیم خب همونطور که میدونید جدول ها از ستون و ردیف تشکیل شدن ما برای نوشتن یک جدول ابتدا از ردیف ها شروع میکنیم ردیف رو با تیبل رو یا تی آر می نویسیم. و ستون ها رو با تی دی می نویسیم ولی استثنان ردیف اول رو با تی اچ می نویسیم به عنوان سرستون تا مشخص بشه که این سرستون ماست خب من می نویسم تیم یک خب این یه سرجدول تیم دو و تیم تیم سه می نویسیم ما هم دیگه خب سه تا تیم داریم اعضای این تیما رو میخوایم زیرش بنویسیم میایم ردیف بعدی تیار یعنی ردیف بعدی این ردیف اول بود که سرسدون ها یا سرجدول ها رو با هم دیگه نوشتیم ردیف دوم رو دیگه با تیدی می نویسیم حمید ها مثلا حامد رضا خب اینا شد اعضای اول هر کدوم از این تیما سیو میکنیم با هم دیگه ببینید تا متوجه بشید منظور من چیه کنترل فنج همونطور که میبینید تیم یک عضو اول شد حمید تیم دو عضو اول شد حامد و تیم سه عضو اول شد رضا حیاتون باشه ما اینجا برای نوشتن تیم ها که سرستون ها بود از تی اچ استفاده کردیم ولی برای نوشتن اعضاش رو از تی دی فرقشون هم تو همینه که اینجا یه ذره بلدتر و درشتر نوشته میشه ولی پایینتر که اعضا رو میخوام بنویسیم با تی دی نوشتیم نازکتر نوشته میشه فرقشون همینه میتونیم اصلا اینجا هم تی دی بنویسیم من رو همه رو تی دی میکنم همه رو تی دی کردم کنترل 5 میبینید که فقط از حالت بولد بودن در اومد یعنی نازکترش کرد فقط تنها فرق تی دی و تی اچ همینه شما میتونید کل جدولتون رو با تی اچ بنویسید یا با تی دی بنویسید حالا ردیف سوم رو مینویسیم یعنی اعضای بعدی تیم ها رو مینویسیم همین رو کپی میکنم من فقط اسمش رو عوض میکنم مثلا سیو میکنم با هم دیگه ببینید کنترل 5 میبینید که تیم یک شد حمید و محمد تیم دو حامد و علی و تیم سه شد رضا و حسن خب یه ذره محمد اسمش طولانی من اسمش عوض کنم که جدول یه ذره مرتب تر بشه سیف کنم تا متوجه بشید خب تیم شد حمید و ناصر تیم دو حامد و علی تیم سه رضا و حسن خب من اینا رو هم تیهش میکنم تا زیباتر بشه جدولمون TH سیف میکنم کنترل فنج ببینید که سر جدول یا سر ستون ها شد یه بار دیگه توضیح میدم اول تگ تیبل رو می نویسیم که نشون بده نقطه شروع و پایان جدول کجاست و به ازای هر ردیف ما یه تی می نویسیم و برای نوشتن ستون ها این که جدول ما چند تا ستون داره از تی دی و تی اچ استفاده میکنیم. میتونید می تی اچ هم استفاده نکنید و فرقش هم همینه که چا نوشته ها رو بلتر بولدتر میکنن امیدوارم که جدول خوب یاد گرفته باشید در جلسه بعد انشالله با وب لینک ها آشنا میشیم